میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com. بله. با سلام و درود خدمت هم‌میهنان عزیز و درود بر پرسنل پزشکی ایران و درود به روان پاک جان‌نثاران پزشکی ایران در مبارزه با کرونا ویروس و درود بر آقای بهبهانی عزیز. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 18 خرداد ماه 1400 مطابق با 8 ژوئن 2021 یا اینجا بهش میگم 2021 561 برنامه از سری برنامه‌های بهداشت عمومی را با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم را از رادیو تلویزیون میهن به حضورتون تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم امروز نه دو روز دیگه روز 10 ژوئن 2021 آغاز 12 سال تولد برنامه بهداشت عمومی است و به قول نویسنده بزرگ ترک عزیز نسین یا عزیز نسین، بچه یتیم نافش خودش میبره و مثل مستر بین که خودش برای خودش جشن تولد گرفت، من هم خودم برای برنامه خودم جشن تولد میگیرم و به جای بطری شامپاین یک بطری آب باز میکنم، چون اهل شامپاین و مشروب نیستم. خدمت عرض کنم و چون روز جشنه، بنابراین به جای برنامه بهداشتی برنامه دیگری اجرا میکنم و چون روز جشن و شادی است برنامه رو با جوک ادامه میدم. خب، یه ترکه بود، یه رشدیه بود، یه اصفهانیه بود، یک لوره بود، یک قزوینیه بود و همینطور یک مشهدیه بود. خب اینا همه با هم جمع شدند. وقتی با هم جمع شدند شدند یک دسته گل. پس یادمون نره که همه ما بار یک داریم و برگ یک شاخسار و گلهای یک با. این جوکی که من گفتم از اون جوکی که شما انتظار چی داشتین نبود، ولی این دسته گل هم میهنان عزیز ما هستند از مناطق مختلف با گویش های مختلف و با فرهنگ های مختلف، ولی همه ما ایرانی هستیم. یادش بخیر اون شعاری که در کلاس اول دبستان ما شعرشو میخوندیم، ایرج یمینی شریف: ما گلهای خندانیم فرزندان ایران. و اینم یادمون نره همه ماهایی که در ایستگاه 1400 سوار قطار شدیم به ایستگاه 1500 نخواهیم رسید. پس در این مدتی که در این قطار سوار هستیم قدر همدیگر رو بدون. خب چون این برنامه این هم بتونین این شمایل که میبینین اینجا روشنه دو تا معنی داره. یکی شمع تولد 12 سال این برنامه است و یکی هم شمع تولد آقای بهبهانیه که روز 12 ژوئن روز تولدشونه و بنده هیچ جرات نمی کنم بپرسم چند سالشونه، ولی آرزوی بهترین ها رو برای ایشون و خانوادهشون دارم. پس این شم رو هم به جای ایشون و هم به جای برنامه خودم
با بهترین آرزوها برای ایشون و خانوادهشون رو همتو برای برنامه خودم فوت میکنم. خب یک کمی از خودم خدمت شما عرض کنم. من تنها فرزند خانواده بودم از پدری آذری و مادری فارس. هرچند که پدر و مادرم با هم زندگی خوبی داشتند، ولی من برای خانواده مادری بچه ترک بودم و برای خانواده پدری بچه فارس. با زحمات مادر قبل از مدرسه رفتن خواندن و نوشتن بلد بودم و در کلاس دوم دبستان بودم که کیهان بچه ها به وجود آمد و چندی بعد اطلاعات کودکان و من هر دو را آبونه بودم و بعدها هم اطلاعات جوانان و بالاخره زن روز متولد شد که آن را برای مادرم آبونه شدم، ولی در واقع به اسم موسی به شکم عیسی بود و این باعث شد که دچار بیماری کتابخوانی بشود. یک کتاب فروشی بود که کتاب‌های کهنه کرایه می‌داد. یادم میاد واسه اول 10 تومان چقدر بهش می‌دادیم که بعد شب 1 قرون این کتابا رو کرایه می‌کردیم. و من این کتابا رو اولش رمان و داستان اینا بود کرایه می‌کردم. من مشتری روزانه‌اش بودم. بعدها کشف کردم اماکنی مثل روبروی دانشگاه هست که کتاب‌های دست دوم علمی رو روی کف زمین می‌گذارن و به قیمت ارزان می‌فروشن. بیشتر کتاب‌های هم دانشگاهی بود که دانشجویانی که درسشون خونده بودن دو سه سال بعد اون کتاب‌ها رو نمی‌خواستن، اونجا یکی برشون می‌فروخت. چه گنجی پیدا کرده بودم. این بود که سطح دانش من از کلاس‌های دبیرستان بالاتر بود، به طوری که وقتی دانش آموزان کلاس پنجم دبیرستان در حل مسائل فیزیک و شیمی عاجز بودن، معلم میگفت یکی بره انصاری رو از کلاس سوم صدا کنه بیاد براتون حل کنه. ولی یه ضررم داشت و اون که چون به درسای کلاس زیاد علاقه نداشتم، هیچ وقت مثلثات یاد نگرفتم. با اینکه یکی از همکلاسان بیچاره 3 ماه زحمت کشید، ولی تو این کله پوک من نرفت. وقتی زنگ مثلثات میشد، قبل از اینکه معلم بیاد من میرفتم پای تخته مینوشتم مرگ بر برادران سینوس، تانژانت و کوتانژانت و کوسینوس. من نمیدونم این چه درد ما میخورد. هیچ وقت من تو زندگیم به تانژانت و کوتانژانت اینا بر نخوردم. چرا این چی داره به ما درس میدادن خدا میدونه. خب اون سالی که من وارد دانشگاه تهران شدم، 80,000 نفر در کنکور سراسری شرکت کردن و فقط 8,000 نفر وارد دانشگاه های ایران شدن که یکی از اونها من بودم. اون چیزی که تصور میکنم چرا من وارد شدم این بود که برای اولین بار در امتحانات کنکور یه سری سوالات روانشناسی بود. خب منم که به قول معروف خوره کتاب بودم و تازه سری کتاب های روانشناسی فروید و دیگران چاپ شده بود، خب من اینا رو همه رو خریده بودم و خونده بودم. فروید و یونگ و یکی دیگه اسمش یادم نیست. فکر میکنم به خاطر اون بود. و روزی که کنکور هم بود، من داشتم ورقه ها رو سوال ها رو جواب میدادم، یک دفعه یک بوی عطر شدیدی رو احساس کردم. سرم بلند کردم و دیدم زنده یاد هویدا بالای سرم وایساده و داره ورقه من رو نگاه میکنه. من اولین دانشجوی دانشکده پزشکی بودم که موهای بلند داشتم و ریش داشتم.
و به همین جهت دانشکده از ساواک خواسته بود درباره من تحقیقاتی انجام بشه. ولی چون سابقه سیاسی نداشتم و دوستانم هم بیشتر در محیط هنری بودند و همتیپ من بودند، کاری با من نداشتند. از این قیافه های عجیب و غریب برای آن دوره در دانشکده هنرهای زیبا زیاد بود و من هم دوستانی در آنجا داشتم که یا نقاشی میخوندند و یا آرشیتکت میخوندند، دانشجو آرشیتکت. در اون موقع اگر دانشجوی از یک دانشکده دیگه میرفت دانشکده هنر زیبا، مورد لطف قرار میگرفت و بدونی که بفهمه رنگ پاشی میشد. ولی چون من قیافم شبیه خودشون بود، من از خودشون میدونستن، هیچ وقت مورد لطف واقع نشد. 3-4 سال پس از پایان تحصیلات و کار کردن در چند بیمارستان تهران، برای 6 ماه به زئیر رفتم در آفریقای مرکزی برای یک پروژه 6 ماهه. این 6 ماه 6 ماه دیگر تمدید شد و پس از آن در یک مهمانی خصوصی به رئیس بیمارستان دانشگاه معرفی شدم که بلافاصله مرا برای همکاری دعوت کرد و به عنوان اسیستان پروفسور استخدام شدم و مدارج اون رو طی کردم تا به درجه استاد کامل رسیدم. این مدارج خدمت رو عرض کنم، 4 سال می بایستی به عنوان اسیستان پروفسور کار کنی، زیر دست پروفسور باشی، یعنی در حقیقت نوکر پروفسور باشی، و در این 4 سال بایستی حداقل 2 تا مقاله چاپ بکنی. بعد از اینکه اون مقالات و هیئت دانشگاه قبول کرد، هیئت علمی دانشگاه قبول کرد، می شدیم شفت و تراو یا به قول اینجایی ها لکچرر، که به استادم کمک میکردیم، درسم میدادیم، توی ریسرچش هم ما جون میکندیم، به اسمون تموم میشد و 4 سال طول میکشید. تو این 4 سال هم میبایستی حداقل 2 تا مقاله علمی چاپ بکنی که بعد اگر مورد هیئت علمی دانشگاه قبول شد، لقب پروفسور اسیستان میگرفتی. در این مدت اونم 4 سال، بعد در مدت 4 سال میبایستی 2 تا کتاب چاپ بکنیم، چند تا چهار تا مقاله حداقل چاپ بکنیم تا بشیم پروفسور تیتولر، یعنی استاد کامل. من الان اون 4 سال رو من واقعا زحمت کشیدم، ولی الان واقعا متاسفم، چون تو اون 4 سال بچه های من کوچیک بودن و من آنچنان غرق در کارهای خودم بودم که وقت اینکه با بچه هم بازی کنم نداشتم. بیشتر شبا تا ساعت 1 صبح کار میکردم، به طوری شدید کار میکردم که هر 3 هفته 4 هفته یک بار یک کریز مالاریا داشتم. ولی خب این کسانی که تو دانشگاه تدریس میکنن خوب میفهمن، این استاد دانشگاه بودن یه جور بیماریه، مثل اینه که هی هرس میزنی بیشتر پولدار بشی، اونجا هم هی هرس میزنی یه مقاله چاپ کنم، هی هرس میزنی یه چیزی بنویسم. خلاصه بگذاریم از این مسائل، ولی الان متاسفم که چرا اون 4 سال بیشتر به بچه هم نرسیدم. تو این 4 سال نه اینکه نرسیدم، بازی نکردم، باشون بزرگ نشدم. بعد از 4 سال اونا دیگه بزرگ شده بودند، احتیاجی نداشتن که با من بازی کنن. خب البته تو این 18 سالی که در دانشگاه کار کردم، این بیماری مطالعه و درس دادن در کنار درس خواندن همراه من بود، چون قرار من با دانشگاه 2 سال به 2 سال، قرارداد من با دانشگاه 2 سال به 2 سال تکرار می شد و هر 2 سال من 3 ماه وقت داشتم. البته پول بلیط من رو دانشگاه میداد و من این 3 ماه رو می آمدم در آمریکا
و در اونجا در درس دوره های تابستونی دانشگاه ها شرکت میکردم. البته از قبل ثبت نام کرده بودم، از قبل در تماس بودم و این 3 ماه که میامدم اونجا درس هم میخوندم. بعد از حوادث سیاسی در زئیر که عاقبت منجر به سقوط رژیم شد، ما هم خارج شدیم و پس از مدتی به کانادا آمدیم. در اینجا هم بلافاصله به دانشگاه رفتم، همون هفته‌ای که وارد شدم رفتم ثبت نام کردم و یک دوره 2 ساله را گذراندم، دوره مستر پابلیک هلت. و بعد از اون 27 سال بعد از اون رو هم کار کردم و هم درس خوندم. خوشبختانه اینجا مدارس عالی خصوصی وجود دارن که برنامه‌های تدریسیشون آخر هفته و من دوره های ناتوروپاتی، آلترناتیو مدیسین، هومیوپاتی، طب سنتی چینی، فودوتراپی و استئوپاتی را در این مدت 27 سال گذراندم. این مدارس خصوصی هستند و جز دانشگاه های دولتی به حساب نمیاند، ولی فارغ التحصیلان اونها اجازه کار در رشته خودشون رو دارند. بله، البته این بیماری هنوز ادامه داره. الان من با اینکه هم بازنشسته هستم ولی هم کار میکنم، باز هم در یک دانشگاهی در فرانسه مصاحبه اولش رو گذروندم، ولی وقت این که هنوز همه مدارکم رو کامل کنم بفرستم نداشتم، ولی چون این هفته تا دوشنبه بیکارم حتما این کار را خواهم کرد. خب حالا این چیه؟ نه ایمان اینجه نیست. بریم دنبال ادامه برنامه. عرض کنم حضورتون در زندگی من مسائلی پیش اومده که خودم برای اون برنامه ریزی نکرده بودم و جزء تقدیر در زندگی من بوده، مثل ژورنالیست شدن من. البته قبل از این بگم که من در دوران دبیرستان خب یک روزنامه من دیواری داشتیم، من همکاری میکردم و اولین طنزم هم اونجا نوشتم. بگذاریم از این داستان. و چون از این روزنامه بودم، گاهگاهی هم یه شعری هم از خودم در می آوردم. و البته در دبیرستان عشق ممنوع بود ولی همه بچه ها عاشق. این بود که گاهگاهی می آوردم پیش من، می گفتن که برای معشوقشون یه شعری بگم، البته مجانی هم نبود. یکی هم شعران رو یادم اومد براتون میخونم. یکی از دوستان اسم دوست دخترش نسرین بود. خلاصه بعد از اینکه اومد خواهش کرد و پول شعر رو پرداخت کرد، یه دو بیتی براش گفتم. گیسوی سیاه و چشم مشکی، این است مشخصات نسرین. با آن یکی دلم رو بوده است، وانگاه زنجیر کرده با این. این باعث شد که تعداد مشتری های اشعار من زیاد بشه. بگذاریم. بله، بریم سر ژورنالیست شدن و برنامه ساز بودن، برنامه ساز تلویزیون شدن بنده، که از اول ماجرا براتون توضیح میدم. همسر من مسئول یک ارگانیزم برای بهبودی روابط مهاجرین و اهالی کبک و رفع نجات پرستی بوده و هست، هنوز هم هست. در سال 2002 یک نمایشگاه بزرگ از آثار و صنایع دستی کشورهای مختلف و مخصوصا ایران در قدیمی ترین ساختمان شهر ما که بیش از 300 سال قبل ساخته شده و تازه مرمت شده بود، به عنوان افتتاحیه این ساختمان این نمایشگاه رو گذاشت که بسیار مورد تجلیل قرار گرفت
و مقالاتی درباره آن چاپ شد. من با آقای محمد رحیمیان هیچ آشنایی با ایشون نداشتم، فقط گاهگاهی روزنامه پیوند رو از مغازه اخوان در مونترال جمع می‌کردم می‌آوردم. بهشون زنگ ایشون سردبیر دو هفته نامه پیوند مونترال هستند، بودند و هنوز هم هستند. تماس گرفتم و بهشون گفتم اگر مقاله مختصری در این باره بنویسم چاپ میکنی؟ ایشون گفتن بفرست ببینم و بعد چاپ کردم. و بعد از اون با من تماس گرفتن و گفتن از نحوه نوشتن شما خوشم اومد، آیا می توانید برای ما مقاله بنویسید؟ من بهشون گفتم والا من نویسنده نیستم، ولی میتونم مقالات پزشکی بنویسم. و روزنامه نگار شدن رسمی بنده از اونجا شروع شد. چند سال بعد با مجله هفته مونترال شروع به همکاری کردم. آقای خسرو شمیرانی گفتن که سردبیر مجله، گفتن مقاله پزشکی نمیخوام، آیا میتونم درباره طب مکمل بنویسم؟ که بیش از 2 سال مقالاتی درباره انواع و اقسام سیستم های طب مکمل نوشتم. اگر اشتباه نکنم حدود 54 تا مقاله بود. البته طب مکمل حدود 150 شعبه مختلف داره. بله. و بعد از صعود دوست عزیزم دکتر پرویز قدیریان که عکسش هم اینجا روی دیوار پشت میبینید، همکاریم رو با شهروند تورنتو که در دالاس هم منتشر میشد شروع کردم، که آقای حسن زرهی گفتن خوشحالم که من جای دکتر قدیریان رو پر کردم و برایشان نوشتم هیچ کس نمیتواند جای پرویز قدیریان را پر کند و من ناخن کوچک پای ایشان هم نیستم. اینجا یه پرانتز باز کنم. پرویز قدیریان واقعا دانشمند بزرگی بود، یعنی خانواده قدیریان همه دانشمندای بزرگی هستند. دو تا از برادرانشون که یکی دیگه اینجا هست استاد بزرگ دانشگاه مونترال و یه برادرشون هم استاد بزرگی بوده در دانشگاه تهران و خود پرویز هم در دانشگاه تهران کار میکرده که پاک سازی شده و در اینجا هم خودش هم برادرش بهش میگن پروفسور امیریت، یعنی پروفسور در سطح بسیار بالا. ایشون کتاب ها و مقالات بیشماری هم دارن در بیشتر درباره تخصص ایشون تغذیه و سرطان شناسی بود. بله. خب سپس همکاری با مجله دانستانی های ونکوور. یه چیزی اینم تا یادم نرفته یه چیزی بهتون بگم. یه روز با پرویز در رستوران نشسته بودیم نهار میخوردیم، پرویز گفتش که حتی یه مجله هست که ازم میخواد مقاله بنویسم، به خدا وقت ندارم، اگر میخوای تو رو معرفی کنم تو اونجا مقاله بنویس. گفتم باشه. تلفن کرد و با سردبیر مسئول صاحب مجله صحبت کرد و ایشون سردبیر گفت برای هر مقاله حاضر $250 به من بده. و من بهشون گفتم پول نمیخوام، من این کار رو به عنوان خدمت میخوام انجام بدم، اگر پول به من بدی که خدمت نیست. البته بعدا یه مقاله براشون نوشتم ولی چون مقاله رو دستکاری کرده بودن دیگه ادامه ندادم. بریم سر اصل مجله. سپس همکاری با مجله دانستانی های ونکوور و در مجله شفا در تورنتو و یک مقاله هم در رهاورد و اخیرا هم با مجله علمی پرسا ادامه یافت.
و من شدم ژورنالیست که هنوز در برخی از آنها ادامه دارد که بیش از 700 مقاله میشه. که صمیمانه از مسئولین این مجلات و روزنامه ها متشکر و سپاسگزار هستم. در سال 2010 چند ماه پس از شروع فعالیت میهن تیوی، آقای بهبهانی با دوستی مشورت میکرد که احتیاج به یک برنامه بهداشتی دارد، ولی چون شروع کار تلویزیون است پول برای پرداخت به برنامه گذار ندارد و کسی هم بدون پول قبول نمی کنه که این کار رو انجام بده. اون دوست ایشون چون دوست صمیمی من هم بود، با آقای بهبهانی گفته بود من یکی رو می شناسم که پولی نیست، اگر قبول کنه. و بعد به من در زنگ زد و این پیشنهاد رو کرد. راستش اولش شک داشتم که بتونم این کار رو انجام بدم. من هیچ وقت جلوی دوربین ننشسته بودم. نه این دروغه. چرا در زمان جوانی یک مسابقاتی در تلویزیون ایران بود که من دو بار شرکت کردم و برنده شدم. یعنی به عنوان شرکت کننده، ولی به عنوان اجرا کننده پشت دوربین ننشستم. به ایشون گفتم که میترسم این کار انجام میدم، میترسم زبونم بگیره، میترسم عصبی بشم، نرواز بشم، تو که منو میشناسی، میترسم توپق بزنم، آبروریزی میشه. ایشون گفتن که اگر برنامه خانه به دوش یادت باشه، سوکشته برنامه به توپق زدن و گرفتگی زبان پرویز کاردان بود. گفتم بابا اون کاردان بود، من کارندانم. خلاصه با اصرار ایشون ما قبول کردیم و آقای بهبهانی یک مصاحبه کوتاه با من کرد و بدین ترتیب برنامه بهداشت عمومی متولد شد و بنده شدم برنامه ساز. در شروع برنامه تصویر پشت من کتابخونه من بود که یک دوستی زنگ زد گفت چیه کتابخونت نشون بدی که بگی دانشمندی؟ ما جای دوربین عوض کردیم. این زیر زمین ما قبلن هم بهتون گفتم اینجا رو من اسمش گوشتم تیمارستان، تنها دیوونش هم منم. تا دلتون بخواد رو در و دیوار اینجا ماسک و نمیدونم آثار کشورهای مختلف و کتاب و البته اون پشتم یه کتابخونه دارم که 5000 جلد کتاب دارم اونجا. فکر نکنی همشون رو خوندم، نه، بعضی مرضه، یه جنم یه جور مرهم تو گفتم مرضه. مثلا توی کنگره های مختلف که شرکت میکنی اونجا کتاب هم میفروشن. اولا یه سری جزوه که بهت میدن، یه سری کتاب هم اونجا هست میری میخری، خوشحالی که این کتاب ها رو خریدی ولی وقت خوندنشو نداری. یعنی فکر نکنین من این 5000 کتاب رو خوندم یا میخوام پوز بدم، نه، اینا رو بیشترش که خریدم تیترش جالب بوده، خریدم گذاشتم اونجا داره خاک میخوره. بله خب، بله، بعد روی دیوار من این طرف من یک کلکسیون ماسک دارم، مال کشورهای مختلف، نزدیک 80-90 تا ماسک دارم. یه اون طرف یه کلکسیون ساعت‌های رومیزی دارم، بیشتر از 450 تا ساعت‌های مختلف دارم. خلاصه این ماسکات روی توی پشت من در برنامه دیده می‌شد. به قول آقای بهبهانی پشت من شده بود موزه لوور. الان هم چیزهای دیگه می‌بینین اینجا پشت میز من پر از کاغذه. اینم یه جور مرضه، هی بنویس هی بذار اونجا. اینا رو دوربین نشونتون میده که شما هم میبینید. خب اینا ساعت چند داره؟ وقت هست. در اینجا جا داره که دوباره از آقای بهبهانی و سرکار هما خانم همسرشون
صمیمانه تشکر کنم که در 11 سال گذشته وسایل پخش این برنامه رو فراهم کردم. همینطور از لیلا خانم مسعود انصاری که حمایت کننده برنامه بودند و زنده یاد پیران مهذبی که از طرفداران سرسخت بود و تلفن میکرد و راهنمایی میکرد و ایشان بودند که باعث شدند لیلا خانم طرفدار برنامه من بشوند، زیرا لیلا خانم کلن از دکتر جماعت میترسند و آقای پیران تشویقش کردند و گفتند برنامه رو ببین و نترس بابا، از فاصله چند هزار کیلومتری که دکتر نه آمپولت میزنه نه گازت میگیره، یعنی نمیتونه. بله، همینطور در اینجا باید از بینندگان و شنوندگان این برنامه تشکر کنم، مخصوصا آنهایی که سوال میکنند و میخواهند درباره موضوع خاصی صحبت کنند و سوژه به من میدهند. خب بذارید یک بار دیگر، شما نمیدونید چه بدبختی داشتم صبح من که بتونم کبریت پیدا کنم، توی این خونه کبریت پیدا کنم. خب چرا این شمع رو دوباره روشن کردم؟ چون روز 12 ژوئن روز تولد آقای بهبهانیه و تولدشون رو به ایشون تبریک میگم و این شمع ها رو که عدد 12 رو نشون میده به جای ایشون فوت میکنم و آرزوی بهترین ها رو برای ایشون دارم. خب من شمع رو به جای ایشون فوت کردم، امیدوارم که ایشون که یک قسمتی از کیک تولدشون هم به جای من نوش جان کنن. خب همونطور که میدونید هر جشن تولدی احتیاج به کادو داره و دو تولد با هم احتیاج به دوبل کادو داره. من احتیاج به پول ندارم و این برنامه و مقالات رو فقط به جهت خدمت به هموطنان و باز پرداخت دین خودم که مدت 19 سال در وطن عزیزم مجانی درس خوندم و نه تنها مجانی بود بلکه هر دانشجویی که معدل ترمش از ب به بالا بود بورس هم میگرفت و تازه عده‌ای 2.5 قرط هم باقی بود. روح آریامهر شاد که بعد از خروج از ایران فهمیدم که سطح دروسی که در دانشگاه تهران به ما میدادن چقدر بالا بود و بی خود نبود که دانشگاه‌های خارجی به دانشجویان ایرانی بورس میدادن. 5 تا از همدوره‌های من بورس از فرانسه گرفتن که مجانی برن، تمام خرجشون رو فرانسه بده، برن اونجا دوره تخصصی بگیرن. البته این بورس رو مجانی نمیدادن ها. کسانی که 19 سال به خرج ایران درس خونده بودن میرفتن اونجا دوره تخصصی میگرفتن و اونجا میموندن، همینطور که این دوستان من هم موندن و الان جز بهترین پزشکان متخصص فرانسه هستن. خب یه دانشگاهی داشتیم به اسم دانشگاه آریامهر که حالا شده دانشگاه شریف. این دانشگاه هاروارد ایران بود و هنوز که هنوزه فارغ التحصیلانش را دانشگاه های بزرگ دنیا طالب هستند و بهشون بورس میدن.
اینم که خدمتتون عرض کنم که من و همسرم پس از ازدواج تمام اروپا رو با پاسپورت ایرانی بدون احتیاج به ویزا، با چه احترامی، هم در فرودگاه هم در بانک که می‌خواستیم پول عوض کنیم گشتیم و من در لندن با پول ایرانی از بزرگترین فروشگاه اونجا خرید کردم. فروشنده ها روی لباسشون یه تگ داشتن من فارسی حرف میزنم، هرچند که فارسی حرف زدنشون به درد عمشون میخورد، ولی این رو میخوام بگم که چقدر اونها احتیاج به توریست ایرانی داشتن و پول ایرانی رو قبول میکردن. خب از مسئله دور شدیم. کادوها رو به میهن تیوی بفرستید و کمک کنید تا زحماتی که این مرد بزرگ یعنی سعید بهبهانی به تنهایی تحمل کرده و اون را به اینجا رسونده که در اگر سن بلوغ رو 15 سالگی حساب بکنیم، این شبکه تلویزیونی در 12 سالگی خودش تقریبا به بلوغ رسیده که شبکه جهانی ساتلایتی رادیویی داره. پس کمک بکنیم و کمک بکنید که بتواند شبکه تلویزیونی ساتلایتی هم داشته باشد. البته امروزه با اینترنت در همه جای دنیا میشه این برنامه‌های این تلویزیون رو دید، ولی خب اون برنامه تلویزیونی ساتلایتی یک چیز دیگریه. کار ساده ای نیست که از صبح تا شب پشت کامپیوتر و میکروفون بشینی، زحمت بکشی، برنامه ساز پیدا کنی، برنامه اجرا کنی، تازه قدر زحماتت را هم ندونند. البته این یک فرهنگ ایرانیه و هممون این موزل رو داریم، از این مشکل رنج میبریم که قدر زحمات هیچ کس رو نه میفهمیم نه میدونیم نه قادریم بفهمیم. بله، پس یک بار دیگر درود بر سعید بهبهانی و تشکر از زحماتش و همینطور درود و سپاس به شما هم میهنان عزیز و گرامی که در 11 سال گذشته این برنامه را دیدید و شنیدید و محبت کردید. از همه شما متشکر و سپاسگزارم. دو تا مسئله رو یادم رفت انقدر هول شده بودم که یادم رفت و هی خودم و خودم گفتم مواظب باش چیزی یادت نره. یادم رفت. و اینجا من روزی 50-60 تا ایمیل دستم میاد. خب یکی از چیزایی که یادم رفت این بود که این میخواستم محبت رو در قسمت محبت رو جهانی کنیم این فیلم رو به شما نشون بدم. این فیلم نشون میده یک آهوی هنگام زایمان یه پلنگ ببر چیه حمله میکنه و این آهو بچه رو فارغ میشه فرار میکنه و این پلنگ گرسنه این نوزاد رو نه تنها نمیخوره
بلکه ازش مواظبت هم میکنه و مواظبه که حیوانات دیگه نخورنش. تا یک دوستی بین این بچه آهو و پلنگ پیش میاد. میبینید همینطور که میبینید پلنگ اینو بر میداره و میبره به یک جای امن که از شر حیوانات دیگه در امان باشه. این یه پلنگ وحشیه، یک حیوان وحشیه، و ما چی هستیم؟ ما انسان اشرف مخلوقات هستیم. ای کاش حیوان بودیم و سر پسرمون و سر بچه‌هامون رو به خاطر تعصب احمقانه نمی‌بریدیم. یک چیز دیگه که می‌خواستم خدمتتون نشون بدم، اگر الان پیداش کنم روی تلفن، بله نه این نیست، این بود که میخواستم اول برنامه براتون اینم برای تولد آقای بهبانی بود، که تولدشون مبارک باشه و همینطور دوازدهمین آغاز دوازدهمین سال تولد برنامه ما بود. وقت به پایان رسید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که محبت رسیم ببخشید که تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد به پایان میبریم. یادم نیست شعار شروع برنامه رو گفتم یا نه، یادم نیست. در صورت الان میتونیم الان بگیم، هنوز یه چند ثانیه وقت هست. شعار شروع برنامه ما اینه که محبت رو جهانی کنیم و محبت رو از حیوانات بیام. وقت پایان رسید. روز و روزگار به شما خوش. خدا شما رو به خدا می سپارم. تا برنامه و برنامه های آینده، با درود و بدرود.